امروز در پاریس آخرین روز محاکمه شرکت توتال به جرم پرداخت 30 میلیون دلار رشوه به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی بود. شرکت نفتی توتال این رشوه ها رو در دوران دولت خاتمی جهت بستن قراردادهای نفتی و گازی پرداخت کرده. مهدی هاشمی چه جایگاهی در دولت خاتمی داشت که میتونست در ازای دریافت رشوه های کلان از شرکت های نفتی خارجی امکان انعقاد قرارداد اونا با دولت جمهوری اسلامی رو فراهم کنه؟ چرا اصلاح طلبان و شخص محمد خاتمی در برابر این اتهام های سنگین مالی سکوت کرده اند؟ ببینید، من اون زمانی که این داستان اصلاحات بود، خب خیلی ما جوان بودیم و واقعا امیدوار بودیم به این قضیه. رفتیم در روزنامه‌ها اینا مطلب نوشتیم و هزینه‌اش رو هم دادیم. منتها واقعا ما روحمون خبر نداشت که پشت پرده چه داستانهایی داره اتفاق میفته. ما واقعا نمیدونستیم. ما واقعا این داستان پتروپارس رو نمیدونستیم، کرنس رو نمیدونستیم. این ارقام عجیب و غریبی که همون موقع جابجا شده رو هیچ کدومش رو ما نمیدونستیم. اگر ذره ای ما اینها رو میدونستیم قطعا اعتراض میکردیم، قطعا یعنی عمرمون رو تلف نمیکردیم برای این آدم هایی که از همون اول هم ظاهرا هیچ ایده ای جز چپاول نداشتن. حتی آدم اگر خودش یه قدری دقیق میبود میفهمید این داستان رو. چرا؟ برای اینکه هزار هزار جوان شاخ شمشاد و شاخه گل این مملکت روی مین میرفتند، روی سیم خاردار میرفتند و داشتن کشته میشدند و این حکومت هنوز داره با جنازه اونها کاسبی میکنه، هنوز داره آدمها رو با جنازه اون افراد سرکوب میکنه. و بعد در خاطرات آقای هاشمی دارید که من خیلی نگران هستم از اینکه ممکنه هویت پسرم که در بلژیک زندگی میکنه لو بره و برای ایشون مشکل به وجود بیاد، به ایشون توهین بشه. هزار هزار جوان روی مین میفرستادید و نگران این بوده که بچهش بهش توهین بشه در بلژیک. این داستان از ابتدا ظاهرا این گونه شروع شده بود. همین آقای خاتمی، حالا که شما نام بردید، که بسیاری از افراد میگن شاید از بقیه اینها هم سالم‌تر باشه، که این گونه هم نیست. تنها جایی که ایشون برگشت گفت من استعفا میدم همین پرونده پتروپارس بود که اومده بودن آقای نبوی رو احضار کرده بودن، ایشون تهدید به استعفا کرد. هزار هزار جنایت در این کشور اتفاق افتاد، هیچ کار نکرد. دوستان نزدیک خود ایشون رو گرفتن بردن زندان، ایشون تهدید به استعفا نکرد. دو جا ایشون وارد شد، یکی غلام حسین کربوسی، یکی آقای بهزاد نوی. همین آقا برای کسانی که واقعا تردید دارن در اینکه اصلاح طلبان از اول جایی که نشسته، جایی که داره درش عقد میخونه، نماز میخونه، اذان توی گوش بچه میده، خونه مصادره‌ای پروفسور دکتر هوشنگ عرض بخونم انصاری است که از مفاخر این کشوره، نشسته اونجا. تنها اصلاحاتی هم که کرده اون ساختمون رو گرفته، دو تا آفتابه قرمز برداشته و برده اسمش رو گذاشته اصلاحات. واقعا غیر قابل باوره. عجب، دو تا آفتابه ها. بگو آقا شما شروع کردید. نه شما شروع کردید. شما بفرمایید. من شروع نکردم، همین که بیاد آفتابه. ببینید، من فکر میکنم که در واقع یک نوعی از حمله طراحی شده به اصلاح طلبان در فضای مجازی و مخصوصا در فضای رسانه‌ای در واقع از یکی دو ماه اخیر و شاید هم در بعد از وقایع دی ماه در واقع شروع شده، که البته من درک میکنم بخشیش و برمیگرده به این که مثلا خب اصلاح طلبان موضع گیری مناسب و شایسته‌ای در برابر اعتراضات دیماه نداشتن. اما واقعیت رو ما نمیتونیم آقای راشدان فقط با این جمله که مثلا آقای خاتمی فقط دو جا تهدید به استعفا کرد تحریف بکنیم. اولا شما جای سومشو بگید. نه ببینید، آخه قضیه اینجا که نیست که قضیه که فقط در واقع استعفا نیست. ببینید، آقای خاتمی به هر حال به عنوان کسی که در یک مقطعی در ساختار جمهوری اسلامی رئیس جمهور بوده و در یک شرایطی تحت عنوان اصلاحات یک افقهای جدیدی در برابر تحولات اجتماعی باز کرده. ببینید، شما که یادتون نرفته، خودتون هم که دارید میگید که در داخل کشور بودیم و بحث جامعه مدنی، بحث دموکراتیزاسیون، تغییر و تحولی که در ساختار وزارت ارشاد برای مجوز چاپ و اینها داده شد و عملا یک مقداری فضای با جامعه نسبت به قبل بازتر شد و این امکان فراهم شد که نویسنده ها بنویسند، روزنامه ها به تعداد زیادی در واقع منتشر بشن
بدن؟ خب البته بله، به اندازه کافی نبود، نقدهایی هم به اون وارده. اما اینکه مثلا ما بیایم به این دلیل که در واقع مثلا حالا آقای خاتمی تهدید به استعفا فقط دو دفعه کرده، ما تمام دوران اصلاحات رو و تأثیراتی که در جامعه ما داشته انکار بکنیم، به نظر من نمیشه جامعه رو به صورت تیکه تیکه از هم بررسی کرد. اگر جامعه امروز ما به یک جامعه رسیده که از بلوغ بالاتری برخورداره، به خاطر اینه که از تونل زمان و از دوری اصلاحات گذشته. بله بنده ممکنه هزاران نقد اصلاحات داشته باشم، اما نباید ما بخوایم در واقع به این با این روش و با این طرق اصلاح طلبان رو از صحنه سیاست حذف بکنیم. اگر اصلاح طلبان از صحنه سیاست حذف بشن، جا برای کسی دیگری باز نخواهد شد، استبداد و تنگ شدن فضا در واقع بیشتر خواهد شد. خودشون میکنن، مگه پسر آقای عارف یا طهماسب مظاهری یا دختر صفدر حسینی یا نعمت‌زاده رو من بهشون گفتم اینجوری غارت کنم؟ خودشون دارن این کارا رو. اونها که غارت میکنن، اونها هم در واقع محکوم و جزء غارتگران به حساب میان، هیچ شکی درش نیست. این قطار زنگ زده اصلاحات، من نمیدونم چه اجباری هست که ما این رو هی هل بدیم یا جلو ببریم. من فکر میکنم جریان اصلاحات بعد از گذشت این چند سال بیشتر از اون چیزی که سعی کنه فضای جامعه رو اصلاح کنه، بیشتر خودش رو اصلاح کرد و بیشتر به حاکمیت نزدیک شد. اینکه در زمان آقای خاتمی روزنامه ها بهتر نوشتن یا وضعیت نشر و کتاب و اینا بهتر شد، خب، اما این دیگه به این معنی نیست که ما تا آخر عمر آقای خاتمی رو حرفش بکنیم وحی منزل و بگیم که خب حالا هر چی گفتی درسته. اتفاقا این آقای خاتمی من فکر می‌کنم یکی از مهمترین صحبتاش همونجا بود که گفت که دموکراسی بدون ولایت فقیه اصلا معنی نداره، به جای هیچ جا نمیرسه. اصلاح طلبان، خروجی اصلاح طلبی چی بود؟ خروجی اصلاح طلبی شد جریان احمدی نژاد. ما اگه بخوایم تمام اون تحولات اجتماعی رو مصادره کنیم به نفع اصلاح طلبا، خب پس احمدی نژاد هم باید بذاریم به عنوان خروجی اون. من فکر میکنم جامعه خودش به این سمت داشت میرفت، فضا نمیتونست بسته بمونه و وجود یه آدم مثل آقای خاتمی با تفکراتی که داشت تونست یه مقداری فضا رو باز بکنه. و این به هیچ عنوان به این معنی نیست که این در کارنامه ایشونه فضای جامعه به اون سمت میرفت و نهایتش هم که میدونیم این شد. اما یه موضوعی که میخواستم بگم این که اصلاحات خودش رو در دیما، جریان اصلاحات موضع خودش رو در دیما خیلی خوب روشن کرد. شما برگردید نگاه کنید بزرگان اصلاحات با تظاهرات 96 در دیما همین اصلاح طلبان ثابت کردن که خودشون اهل نظامن. به عربی میگیم ام الولد. اصلاح طلبا از بحث موردش مسیز حاشیه اومدیم. اصلاح طلبا یک جامعه، یک قشر بزرگی از جامعه ایران تشکیل میدن و ثابت کرده در انتخابات، منها این که شما میگید انتخابات ولایت فقیه و بالاخره خروجی منتهی میشه به ولایت فقیه. اصلاح طلبا حداقل 20 میلیون 26 میلیون پایگاهی دارد در جمهوری اسلامی ایران. مردم لا دارن، هنوز فردا خواهید دید، فردا انتخابات خواهد شد. و عباس عبدی دیدی دیروز چی گفته به خبرگزاری تسنیم درباره گزینه‌شون عارف بوده عارف نبوده در انتخابات قبلی. به نظر من شما نباید، یعنی اصلا نمیتونید اصلاح طلبا رو از جامعه ایران حذف میکنید. اما من برمیگردم به قضیه شما. اولا آقای مهدی هاشمی هنوز الان تو زندانه و ما این دادگاه توتال باید منتظر بشیم ببینیم حکمش چی صادر میکنه و بعدا اصلا باید خود مهدی هاشمی هم حضور پیدا میکنه و خودش اصلا زندانی بودن مهدی هاشمی، یعنی دادگاه ایران داره به نظر خودش درست عمل میکنه، فاسدین رو میگیره میندازه زندان، معاونین اجرایی، معاون اول رئیس جمهور سابق تو زندانن، رحیمیان و حمید بقائی و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشاعی مشاعره. بالاخره یعنی ایران جلوی فاسدین و مفسدین حداقل قانون داره. از یکیشون هم از دبی دزدیدن بردن کشتن، میدونی اونم که باید ثابت بشه. دادگاه دبی آدم‌ها رو گرفتن الان زندانن آقای نجا شما که بله. البته ببینید در نروژ استات اویل رو، شرکت نفتی استات اویل رو محکوم کردن، دادگاه و حکم محکومیتش رو صادر کرد، برای اینکه اونا هم حدود 15 و خورده میلیون ممکنه فردا هم به زندانیش هم اضافه بشه اگر ثابت شد و ایران قانع شده. 15 و خورده میلیون دلار رشوه گرفته بود
آقای مهدی هاشمی و دوستانش، آقای عباس یزدان پناه که ظاهرا مثل اینکه روبوده شده و به قتل رسیده. نه اصلا دادگاه برگزار شده، زندان هستن عاملین. من چیزی که میخوام بگم اینه که در غرب این رشوه دهندگان رو برحال میگیرن محاکمه میکنن برای اینکه برحال دنبال قراردادهای بهتری هستن، ولی متاسفانه در کشور ما هیچ دادگاهی ندیدیم که به خاطر این مسئله ما دادگاه علنی چیزی ندیدیم محاکمه شده باشن. سوالی که برای من مطرحه رحیمیان و بقائی و آقای چیزی اون چیه؟ نه نه بحث سیاسی است، هیچ سیاسی چیزی نداره. ببینید پسر آقای عارف 23 ساله، بچه 23 ساله بود، دلال یک قراردادی شد چند میلیارد دلاری که باباش رئیس مخابرات وزیر بود، وزیر ارتباطات و بعدش هم که شد معاون رئیس جمهور آقای خاتمی، و همینطور آقای مهدی هاشمی زمانی که این 30 میلیون دلار رو گرفت 28 سالش بود. این بچه 28 ساله اومده و قرارداد رو جور کرده بین پول گرفته از توتال، قرارداد رو جور کرده بین توتال و دولت ایران. و متاسفانه ما وزیر نفت اون زمان که الانم وزیر نفت آقای خاتمی یعنی آقای زنگنه به هیچ وجه هرگز محاکمه نشده. واقعا قابل تاسفه. من میخوام بگم که این اصلاح طلبها همیشه مش افراد دزد یا قاتل رو میان میگن آقا اینا ناجی مردم ایرانن، به اینها امید ببندید. آیا مردم ایران شایسته تر از این قاتل ها و دزدها نیستند؟